دست دیگه بسه است، یه اسفایز نداری دست بسه است، یعنی دیگه هیچی، یعنی دیگه هیچ. هشت ماه تو استانبول وایسادم و به یه شرایطی که من تأمین جانی نداشتم که تصمیم من این بود که من دیگه بیام به سمت یونان. سر در داخل یونان پلیس یونان ما رو گرفت. کنار رودخانه یه قایقی بود، قایق به اسم بادی بود. بعد ده نفر پول ده نفر سوار قایق میگدن میبردن اون ور رودخونه خاک ترکیه. حالا اون ور مرز پلیسای ترکیه بوده. که دوباره از نو من یکی معرفی شدم با یکی از قاچاقمرای پاکستانی با 2000 یورو برای سالین بیش. حدود 14 روز ما تو با پاکستانیا را افتادیم تو قلب کوه تو سالین بیش. 6 ماه 16 ماه من کلن تو آتن و اینجا من تو پارک خوابیدم. بلند شدم رفتم آسایلو. دیدی رفتین دو لاین اویسوال در عرض 20-25 دقیقه عکس گرفتن، یه انترویو کوچولو از ما پرسیدن و کارپارت دادن و اداختر دو گردن و هم گفت مبارکه. با ما نوبت دادن که 20-25 دقیقه شما باید بیایی آسایلو، باید بیایی چیز بدی مصاحبه باید بدی. 16 ساعت فکر میکنم هر ملالی 4 ساعت من انترویو دادم. بله اویسفایت گرفتم، افومی امکار گرفتم، رفتم نت متال نزدیک 2 سال کار سفید کتون گشکار من بودم. بله قربان، من همون که من همچه مشغول کار بودیم که برای تمدید بیاییم برای اصل انگوشت، رئیس کم من اصلا که گفت که جوابتون اومده ردی اول، من ردی دوم گرفتم. گفت نگران نباش، ردی اولت برای خیلی ها پیش اومده، برای تو هم پیش اومد. الان ردی دوم گرفتن. همین که فهمید ما ویس فاید ندارم آماز گوه آقا این حقوق شما کلا حافظ. همه رو بندی خدا درمت کشید برای ما، همه رو فتور کرد، ممنون آمدش. گفت که ما این پرونده رو کامل کردیم، فرستادیم برای آتن، دیگه آسایلوم نه. خب ما خودم الان تحت درمان پزشکم. خب همه نامه پزشکی دارم، از پای من، از چشم من، از گوش من، از کل اعضای بدنم، من اعصاب من، معده من. خب دست دیگه بسه است، یه اسفایز نداری دست بسه است، یعنی دیگه هیچ، یعنی دیگه هیچ. بالا باشی یا بیافتی پایی چه اتفاقی میافتی؟ باید همه سازمانت برمیخوره دیگه، تو اون سازمانت برمیخوره.